سه روز بعد از اون که شبکه خبری سی بی سی کانادا در گزارش نوشت آژانس خدمات مرزی اون کشور از ورود ده تن از افراد وابسته به جمهوری اسلامی به کانادا جلوگیری کرده شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز در گزارشی اعلام کرد سلمان سامانی با اردنگی از کانادا به بیرون پرد شده. او سخنگوی سابق وزارت کشور و قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی در تورنتو زندگی میکرد و تلاش های قانونی برای اخراج از, از کانادا شروع شده بود. به گزارش گلوبال نیوز، آژانس خدمات مرزی کانادا از اداره مهاجرت و پناهندگی آن کشور خواسته تا برای رسیدگی به پرونده سید سلمان سامانی 42 ساله ساکن تورنتو دادگاهی تشکیل دهد. این دادگاه به اخراج سامانی از کانادا منتهی می شود و قرار است جلسه دادگاه در اوایل ماه ژانویه یعنی سال آینده 2024 برگزار شود. گلوبال نیوز به نقل از منابعش گفته نام سلمان سامانی در فهرست تحریم های حقوق بشری دولت کانادا علیه حکومت ایران قرار دارد. شبکه خبری سی بی سی کانادا در گزارشی نوشته بود که پرونده دهاتن از کسانی که در کانادا اقامت قانونی دارند، اعم از دائم یا موقت با هدف شناسایی رابطه ای آنها با جمهوری اسلامی و روشن شدن چگونگی دریافت روادید کانادا در حال بررسی است. مقام های آژانس خدمات مرزی کانادا گفتند نه پرونده تعیین تکلیف اقامت یا اخراج برای تشکیل جلسه دادگاه به اداره مهاجرت کانادا ارجاع داده شده از بین آنها تا کنون یک تن خاک کانادا را ترک کرده است و پرونده دیگر در انتظار تعیین تاریخ جلسه رسیدگی است بنا به گزارش سی نیوز در بیانیه دولت کانادا آمده که تا 20 نوامبر 2023 این آژانس تقریبا 17800 درخواست ویزا با احتمال منع ورود به کانادا را بررسی کرده. در نتیجه 78 نفر از دریافت ویزای ورود به کانادا محروم شدند. به نظر می رسد پرونده ست سلمان سامانی یکی از این نه پرونده است که مراحل غذایی ها شروع شده. سخنگوی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا تاکید کرده که پرونده مهاجرتی سلمان سامانی روز ده نوامبر برای تشکیل جلسه رسیدگی به وضع او و, و اتحام های مطرح شده علیه او به آن اداره ارجاع داده می شود. با این حال به نوشته گلوبال نیوز مقام های دولت کانادا از اظهار نظر درباره وضع اقامت و اتهامهایی که علیه سید سلمان و سامانی مطرح شده است خودداری کردند رسیدگی به پرونده سامانی قرار از ابتدای سال آینده میلادی 2024 آغاز شود اما گویا او قبل از آغاز شروع دادگاه از کانادا پا به فرار گذاشته ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت او در سخنانش اذعان کرده که دولت منصوب و مجلس انقلابی با یکدیگر هماهنگند و سپس نمایندگان منتقد دولت را خطاب قرار داده و ضمن تهدید تلویحی آنان گفته که همه در یک کشتی نشسته ایم و موفقیت ها با کاستی ها به نام همه ثبت می شود. ابراهیم رئیسی جنایتکار مدعی شده که تمام تلاش دولت و مجلس برطرف کردن کم و کاستی ها و رفع نیاز هاست. و نمایندگان باید در سات نیاز از دولت نقد مسلحانه کنند او اشاره کرده که ممکن است مجلس و دولت فعلی جمهوری اسلامی گاهی اختلاف نظر داشته باشند اما حسرت اختلاف و یکدیگر را بر دل دشمنان میگذارند رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنانش مستقل نبودن دولت و مجلس از رهبر جمهوری اسلامی را هم تایید کرده و گفته که در نظام ولایت فقیه بنبستی وجود ندارد رئیسی سپس به قضاوت عمومی درباره عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی پرداخته و با طرح این ادعا که دولت و مجلس مصمم به حل مشکلاتن گفت که این در مردم احساس و امید ایجاد می کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه ادعاهایش افزود که مردم خوبه های دولت و مجلس را می بینند و تحسین و تقدیر می کنند و تلاش مشترک نمایندگان و اعضای هیئت دولت باید بر این مبنا باشد که کاستی ها را رفت و نیازهای مردم را مرتفع کنند. ابراهیم رئیسی بدون اشاره به اعتراض های گسترده کارگران، کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان به دستمزدهای های مصوب گفت که دولت و مجلس باید نظام عادلانه پرداخت را پیریزی کنند و شن و جایگاه اخشار مختلف مردم در پرداختها محفوظ بماند او مدعی شده که دولت و مجلس در برنامه های بودجه ای همه 85 میلیون نفر جمعیت ایران را در نظر می گیرند و دولت نیازهای واقعی را می بیند و دنبال می کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی نه تنها به پروژه های ناتمام روی زمین مانده در نقاط مختلف ایران اشاره نکرد که مدعی شده دولت سیزدهم نهضت به سامان رساندن پروژه های نیمه تمام را شروع کرده و با قوت ادامه داده است. او با ارائه گزارشی آماری ادعا کرد دولتش از زمان استقرار تا کنون کسری بودجه را از بین برده، ناترازی بانک ها و تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی را بالا برده است. رئیس دولت نحس سیزدهم ادعای بالا رفتن نرخ اشتغال را نیز مطرح کرد و گفت که در برخی استانها مشاهده کرده است که کار هست اما کارگر نیست و از مولدسازی دارایی های دولت که انتقاد بسیاری از ناظران را در پی داشت هم دفاع کرد رئیسی که انگام شروع به کار در دولت سیزدهم ریشهکنی فقر را وعده داده بود حالا با گذشت بیش از دو سال بار دیگر وعده مبارزه با فقر مطلق و از بین بردن فاصله طبقاتی را تکرار کرد و مدعی شد که از بین بردن فقر از اولویت های مهم دولت است و این ادعا را در حالی بیان کرد که در لایحه بودجه سال 1403 پیشنهاد افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت را مطرح کرده که در نتیجه اون اخشار مختلف مردم تحت فشار قرار می گیرند اما رئیسی در سخنانش مدعی شده که این فشارها رو تنها کسایی متحمل میشن که از پرداخت مالیات فرار میکنن. پس از ارائه لایحه بودجه 1403 و عراجیف ابراهیم رئیسی در صحنه علنی مجلس، محمد باقر خالیباف رئیس طویله هم گفت که لایحه بودجه سال آینده گام اول تحقق برنامه هفتم توسعه است و نماینده های مجلس منطبق با برنامه هفتم لایحه بودجه را بررسی میکنند بودجه سال 1403 که طی روزهای اخیر برخی جزئیات آن بیرون آمد به دلایل مختلف از جمله افزایش اندک حقوق کارمندان و بازنشستگان و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت انتقادهای شدیدی را در پی داشته است و ناظران تاکید کردند که در صورت تصویب این بودجه طبقات متوسط و ضعیف جامعه سال سختی در پیش خواهند داشت به رغم فشار فزاینده بر مردم بودجه نهادهای مذهبی و نظامی در سال 1403 افزایش یافته و بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه دولت باید در سال آینده 134 هزار میلیارد تومان پول یا معادل آن نفت به نیروهای مسلح بدهد. بانک ها،, شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز مکلف شدند یک درصد از هزینه هایشان را برای ترویج فرهنگ اسلامی، شهادت، فرزندآوری امور قرآنی و مطبوعاتی هزینه کنند یک درصدی که خود حدود 35 هزار میلیارد تومان خواهد شد ابراهیم رئیسی خطاب نماینده های مجلس میگوید سکوت کنید چون همه ما در یک کشتی نشسته ایم